همین الان ما بحث درگذشت آقای هاشمی رو داریم. یک سری حرفاست که بی بی سی و امسالهام و وا دارن میزنن، آقا ایشون عامل قتل‌های زنجیره‌ای بوده، ایشون نمیدونم دیگر اندیشان و نویسندگان رو اتوبوساشون میفرستاد تا دره. کارنامه حقوق بشری آقای هاشمی در واقع یکی از سیاه‌ترین بخش‌های کارنامه حدود 50 سال فعالیت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی است. در پایان دوران ریاست جمهوریش از محبوبیت بسیار پایینی از افکار عمومی برخوردار. حراست ایشان کاسبکاران است. نگاهشون به روزنامه نگاران مثل همه اصحاب قدرت همیشه نگاهی توهم با سوءظن بود. بعد از آقای هاشمی رفسنجانی در زمینه نقض حقوق بشر متاسفانه پرونده سفید و مثبتی نیست. یه سری حرف هم صدا سیمه ما داره میزنه چند روزه که موجبات شگفتی فراهم کرده. نه هر دوتا چی درسته؟ حواسم هست که باید مراقب بود آیه هاشمی را ضد انقلاب مصادره بگید نکنه. میفهمیم چه فهم کنه مردم نمیفهمن. مردم اگه میفهمیدن تو تشییع جنازه‌شون دعوا شروع میشد. میفهمیدن که هر گونه تنش چیه اشتباهه. پس چرا دارید مردم رو باینری بار میارید صفر و صدی نگاه کنن؟ یا قدیس یا اهریمن. آیه چه وضعشه؟ آقا جان این آدم ریاضیش 20 بود، املاش 10 بود، جغرافیش 17 بود، فلان 18 بود، نمره معدل 17 و 23 زد. من یادم ای بر بال اندیشه صحبت داراش. آقای نظام اسلامی اینم گفتم. اون لبخند ملیحی که بر لبان تو نقش بسته بود. این یک توکل بسیار بالایی و هدف بسیار آخرین لبخند زیبایت به رویم یاد مردی بزرگ یاد از سابقین اول انقلاب و از حواریون و انصار دیرین امام راحل، عالمی متفکر، سیاستمداری هوشمند، فقیهی زمانشناس، مجاهدی خستگی نشناس، برادری مهربان برای ضعیفان. چی میگی؟ با لبخندش من چی کار دارم؟ من با اندیشش کار دارم. شما برید پیام رهبر انقلاب می در مورد آیه هاشمی. من بخشش آوردم. تو چی می‌فهم؟ همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسلام. میگه اون موقع همسنگر چیه؟ بودی. الان و همکار نزدیک سالهای متمادی. الان چی؟ همکار. عبارت دقیقه برعکس. یک دونه دروغ نیست توش. هوش وافر و صمیمیت کم نظیر. میگه باهوش بودی، سیاستمدار بودی. دروغه؟ صمیمیت داشته. در آن سالها تکیه‌گاه مطمئنی برای همه کسانی که با وی همکار بودن به ویژه برای این جانب شما می آمد. اختلاف نظرها در پیام در گذشتشون میگه ما با هم اختلاف نظر داشتیم. ببین مردم میگه ما اصلا هیچ اختلاف نظر نداشتیم. مردم میگه ما رو چی فرض کردن اینا؟ اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت. میگه بخش از اینها نظر اجتهادی بود. به نظر من این کار بشه درسته، به نظر شما این کار بشه درسته، و نظر مخالف هم ما میپذیریم. باشه بسم الله. یک روزی مردم اجتهاد کردن، به کسی رأی دادن که بیاید بگوید مقاومت هسته‌ای. یک روز به یک نفر رأی دادن بیاید بگوید چی؟ بریم مذاکره کنیم. رهبری با هر دو تا دولت چیکار کرده؟ والله همکاری کرده. نکرده آقا. یا چطور بشه؟ یکی مثل آیه هاشمی، آیت الله خاتمی، یکی مثل احمدی نژاد، یکی مثل آیه عارف، اینا با هم چه شباهتی دارن؟ هیچ. اما برای هر چهار تا حکم میزد رهبری مملکت. میگن اختلاف عقیده دارید؟ هیچ رادی نداره اختلاف نظر تو قالب انقلاب اسلامی. اما بلد باشید او در این اصول انقلاب نزنید. اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه‌ای از این دوران طولانی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بین الحرمین کربلای معلا بود به کلی بکسلد. میگه ما رفاقتمون به هم نخورد. رفیقه برای رفیقش هم سنگ تموم گذاشت. رفیق بازی رو برید یاد بگیرید. اینجاش جالبه. و وسوسه خناسانی که در سالهای اخیر بهتون اخیرا یه خورده چیزای تغییر کرد درسته؟
اونم یه عده نشستن حرف زدن، حرف زدن خناس، شر الوسواس خناس، الذي يوسوس في صدور الناس، که در سالهای اخیر با شدت و جدیت که اصلا پروژه بود در پی بهره برداری از این تفاوت‌های نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خللی وارد نمود. نسبت به این حقیر دوباره تو یک دونه کلمه دروغ توش نیست. با فقدان هاشمی این جانب هیچ شخصیت دیگر را نمیشناسم. که چی؟ که چگونه باشد؟ این سوال میشه دیگه. که تجربه مشترک و چنین دراز مدت با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز بیاد داشته باشد. 59 ساله. اینم درست. اکنون مبارز کهنسال در محضر محاسبه الهی با پرونده مشهون از تلاش و فعالیت گوناگون قرار دارد. فعالیت چی؟ مختلف. و این سرنوشت همه ما مسئولان جمهوری اسلام است. این تیکش اصلا من اگه بگم این پیام نوشته شد برای این تیکه، حرف بی جایی نزدم. آی مسئولی، ما هم میریم تو همون یه مترون اینجا. مراقب امضات باش، مراقب حرفت باش، مراقب نطق پیش از دستور و میان دستور و چه و چه باش، مراقب مصاحبت باش، مراقب موزگیریت باش. ما هممون میریم تو یه مترون اینجا. غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا می‌کنم.